لوگر یگان دیوانه خودم داره که مشهورترینش آقای اشرف غنی است، اما یکی از مناطق پرنام و نشان کشور ماست و در موسیقی یک سبک خاص موسیقی مملکت ما را، یک پاره خاص موسیقی مملکت ما را، یک پاره بسیار پر جم و جوش موسیقی کشور ما را در خود همیشه پرورانده، موسیقی لوگری و جمشید جان لوگری. از تلویزیون خورشید معذرت میخوایم که ای آهنگ از برنامه دهکده هنر از اونا در واقع دزدیدیم. البته دهکده هنر یک هموطن جوان ما یا دو هموطن جوان ما، یکی به نام سیر جان یکی به نام خانم کرشما به پیش میبرن که اردویشان به نظر ما تا حدود موفق هستن، ولی به نظر جناب مختار لشکری نیستن. البته یک مزاق است. در این برنامه ما میخواستم یک کم درباره یک دعوای در میدیای افغانستان اشاره بکنم که در او آقای لشکری به خاطر ابراز نظرشان، ابراز نظر صادقانه خودشان در مورد موسیقی و در مورد کارمندهای تلویزیون افغانستان، بخصوص گوینده ها و مجری های برنامه ها، زیر مشت و لگد افتیدن. از آقای مختار لشکری که در این اواخر برنامه کاکتوس گردانندگی میکنه یا کاکتوس، از اینا سوال میشه راجع به موسیقی. میگن آیا به موسیقی علاقه داری و میشنوی؟ طبیعتا باید موسیقی گوش کنم، اما نه هر نوع میشنم، اما نه هر رقم موسیقی. البته ای از حدود چند ماه است که جسته و گریخته در میدیا بانها و اشکال مختلف دور میخوره و در روی یکی و در روی یکی دیگه ای میخوره. نظرشان راجع به هنرمندای مملکت پرسیده میشه که آیا شما کدام هنرمند بسیار دوست دارین یا به نظر شما کی بسیار بهتر است؟ با فرهاد دریا یک نشست دوستانه داشتیم به خاطر دعوتشان به کاکتوس. گفت که سوالاتتان چه رقم است؟ سوالات خوبی است. گفت به گوسفندهای ما خلاص نمیکنند. پیش نشست داشتن، یک برنامه یا نشست مشورتی داشتن با هنرمند عزیز ما آقای فرهاد دریا در مورد یک برنامه که قرار بوده
با آقای مختار لشکری داشته باشن یک برنامه مشورتی و اونا پرسان میکنن که سوالایتان چگونه است. ما خوش دارم که امی سوالا را کسی هیچ برای هیچ کس نگوید که چگونه است. غافلگی شوه کلگی که او طرف جراب دور بتیم. اما بخلم در افغانستان مروج است که از پیش باید بگویی که چی رقم سوالا میکنی. باز البته که اینا پرسیدن که یعنی چرا در قسمت کنچکا بستین، گفته که باز برای گوسفندای ما خو نقص نمیکنه. گوسفندا احتمال داره، خو ایره ما نمیخوایم، چرا اگه ما از دید خود مانا کنم نشه که نظرات منفی را در این مورد جلب بکنم. میمانم که اگر کدام وقت خود آقای فرادداری یا آقای مختار لشکری را چی کردن، تشریح کردن، اما معلوم میشه که در امور مقطع آقای لشکری هم به درست نفهمیده، به خاطر که میگن که بعدن بازم ما فهمیدیم. با فرهاد دریا یک نشست دوستانه داشتیم به خاطر دعوتشون به کاکتوس. گفت که سوالاتتان چه رقم است؟ سوالات خوبی است. گفت با گوسفندای ما نقص نمیکنن. گفتیم که نه، منظورش از گوسفندا رو ما فهمیدیم بعداً که چی بود، از وقت خودش هم یک داستان قصه کرد. حالا من میگم که پاسخ دادم به این سوال با گوسفندای ما نقص نکنه. که امیدوار هستم نکنه. و در افغانستان همه مردم میترسن که صادقانه جواب بدن به خاطر از اینکه گویا با گوسفندایشان نقص نکنه. ما فکر میکنم که ما صداقت مندی را از خود قرضدار هستیم. سوالا باید بدون تشریح پرسیده شود و مردم صادقانه جواب بدن. این یک کمبود در مملکت ماست که کلگی به مو حساب مصلحت جامعه جواب میتن. این یک کمبود است. ولی خود آقای لشکری باز ادامه میده. علاقمند هنرمند خاصی، هنرمند خاص موسیقی در افغانستان نیستم، به دلیلی که من فکر میکنم موسیقی ما به طرف نامطلوبی رفته. اینا میگن من علاقمند کدام سراینده خاص نیستم یا آوازخوان یا هنرمند موسیقی خاص نیستم، به خاطر که موسیقی مملکت ما به یک جهت نامطلوب رفته. ای به این معنی نیست که اینا در مورد گذشته مملکت ما میگن، اینا عظمی هنرمندای فعلی یاد میکنن. من خودم شخصا به اندازه آقای لشکری سختگیرانه به این مسئله نمیبینم. من بسیار سهلنگار هستم و البته در این مسئله و ما از یک تعداد هنرمندا هم خوشمه، هم گوش میکنم، هم متوجه زحمتشان هستم در این عرصه. اما جامعه در مجموع در یک قهقرای ادبی رفته، ادبیات کشور به اثر جنگ 40 ساله بسیار تنزل کرده. هنرمندهای ما دیگه قادر نیستن که اشعار زیبا را انتخاب کنن و وقتی که انتخاب هم میکنن بیننده و شنونده قادر به این است که او را بفهمن. مثلا در وقت ما آقای ناشناس اشعار بسیار زیبا انتخاب میکرد. ما در صنف 8 9 10 مکتب خود همیشه میشنیدمشانه و ما تمام اشعارشان اگه نمیفهمیدم حداقل 90% بیت ها یا اشعار را که اونا انتخاب میکردن ما میفهمیدم. احمد ظاهر مرحوم اشعار خیلی زیبا و در قالب آهنگای بسیار زیبا ارائه میکردن. آقای ظاهر ویدا هنرمند سرتاج موسیقی ما، آقای سراهنگ، همتا مهوش جان عزیز ما، همتا انگام جان، همتا سلما جان جانی، حتا آقای ایدر سلیم، حتا یک لست کلان از خواننده های مملکت ماست که ما اگر بیشینم برای شما بگویم مسعود جمال و مترکایی، یعنی بسیاری از یارم من هم خوش میکردم هم میفهمیدم. اما امروز یکی از آهنگای بسیار مشهور مملکت ما ایست که اخ 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 اخی خمارم، اخ اخی خمارم، و ای را میبینی که 10 میلیون نفر دیده. آقای صبوری را میبینین که 200,000 نفر دیده. یعنی صبوری را سعی کنین، اخ اخ اخی خمارم را سعی کنین. من یگان وقت برنامه های ادبی میداشته باشم، یگان وقت سر آهنگا تبصره میکنم، از جمله یک بار مده سر
یکی از آهنگای امیرجان صبوری تبصره کردم. یعنی اگر ما را پرسان کنین که از ده برنامه زیباترینتان کدام یک شمو است، ما خودم شاید دور 3-4 بار به حیث بیننده شدم سعی کردم و هر بار لذت بردم. اما اگر یک برنامه دیگه ما ببینین که مثلا 500,000 نفر دیده، او را میبینین که 70,000 نفر دیده، او تنیست که ما فکر کرده باشم که این برنامه ما زیبا نبوده، بسیار زیبا بوده. کسی که بتانه بیگیرش کم است، بنابراین اینمی نشان میده که خواننده ما دیگه در سطح بالا نیست. یک تعداد زیادشان ادبیات ما تنزل کرده و اثر جنگا، و کسایی که بتانه بفهمه و بشنون و بگیرن و لذت ببرن هم تعدادشان کم شده. از امی خاطر است که زیادتر به موسیقی آهنگ توجه میکنن، یا عطف توجهشان به موسیقی و همو بیتس و دیگه و دیگه است نسبت به ای که به اشعار باشه. در واقع موسیقی امی خواندن از شعر شروع شده، از موسیقی اصلا شروع نشده. موسیقی در پالوشی را تکمیل کرده، اما آهسته آهسته در افغانستان موسیقی گویا از چشم و از زبان مفته و چی ببخشین، آهنگ و شعر از موسیقی از چشم و از زبان مفته. تنها همی آلات موسیقی جایش گرفته میره و یک کم بوده بزرگ است که در حال رشد است در موسیقی مملکت ما. این یک تیاد را خار می سازه و البته هم وطنهای ما به قضایا از دید حسی خود برخورد میکنن، احساسی برخورد میکنن. وی تو در افغانستان میگی ما هنرمند نداریم؟ البته بازم ما منظورم نیست که ما بگویم قبول کردیم که آقای لشکری که میگه ما هنرمند نداریم، به نظر ما داریم. اما اینا به این مسئله از دید خود که میبینن اتمی به شکل عمومی میگن که نداریم. بازی یک غلط فهمی در بین مردم به وجود میاره. یکی از مشکلات دیگه مردم ما ایست که نمیفهمن که کی چی گفته. اکثریت در دوام افتن وگم بدون از اینکه فهمیده باشن که این نفر چی گفته. سعی کنین که یکی از شخصیت های مشهور مملکت ما که در ورزش مشهوره، یه هم در یه احساس ناخوشی میکنه و میایش شکایت میکنه از آقای لشکری. دوست عزیز سلام، امید همتان خوب باشید، بخیر باشید. ما ویدیو باز از فایت می دیدم که ویدیو دیگر از مختار لشکری دیدم. از دوستا و رفقای خوبی ما هستن، یک جای چند برنامه را با هم کار کردیم، ولی ما جدی امروز هاشان انتقاد میکنم که ما همچو توقعی حرفا از لشکری نداشتم. آقای هوتک، شما یکی از مشزنهای خوب مملکت ما هستین، اما مشت گپتان قوی نیست. آقای لشکری یکی از سخنورهای مملکت ماست، اما مشت بازویشان قوی نیست. شما با یک نفره که در یک ورزش دیگه هست یه بار آمده این گپ میزنین، اینمی گپ شما را که میزنین که ما همچو توقعی حرفا از لشکری نداشتم. ما این توقع را نداشتم، سعی کنین دوباره میمونم. ما همچو توقعی حرفا از لشکری نداشتم. شما خودتان خود رد میکنین. مانایش ایست که ولی ما لشکری را غلط فهمیده بودم. ما همتو یک توقع از تو نداشتم، یعنی تو را ما یک آدم دیگه فکر میکدم، اما دیگه برآمدی. یعنی که میگین که من همین توقع را از تو نداشتم، خود خود معرفی میکنی که ما غلط کرده بودم. لشکری غلط نکده بود، خودت غلط کده بودی که میگی من این توقع را از تو نداشتم. مانایش ایست که خودت لشکری را غلط فهمیده بودی. لشکری همی بوده، خودت غلط فهمیده بودی. از این خاطر اینمی طرز گپ زدنه که میگن که والا من از لشکری توقع را نداشتم، نشان میده که سطح برداشت و ادبیات و گپ زدن و استدلال شما به اندازه مشتایتان قوی نیست، بلکه بسیار ضعیف است. که در مورد هنرمندای ما، در مورد جورنالیستای ما گفتن. ما میخواییم یکم وضاحت بتم که لشکری گفته که ما هیچ هنرمندی خوبی نداریم یا هنرمندای ما استعداد ندارن. من این گفتشان کاملا رد میکنم.
نمیفهم که ذوق از جناب پوپنک زدن یا کدام گفه دیگه از چی میشنوان. چرا هنرمندای خوب ما نداریم؟ اگر سابقه را ما سعیل کنیم سر بزنیم به هنرمندای سابقه ما، بسیار استادای خوبی داشتیم. اشتباه دیگه شما آقای اوتکی است که میگین اگر ما توجه کنیم بسیار هنرمندای خوب داشتیم. از اینا در مورد ای هنرمنده ها پرسان شده، اینا نمیگن که در طول تاریخ ما موسیقی نداشتیم، ما در طول تاریخ ما هنرمند نداشتیم. اینا راجع به حال گپ میزنن. باز شما پسانتر میگین چرا مثلا از هنرمنده های حال ما آقای فراد دریا؟ در واقع اگر شما یک 40 سال بپوش 30 سال بپوش سر برین، هنرمنده های بسیار خوب داشتیم. در واقع آقای فرهاد دریا در او وقت در جمله بالاترین نمیامد. حداقل ما باید هنرمند ما به اندازه فرهاد دریا باشه. حداقل آقای فرهاد دریا امروز در حداقل نیست، در حد بالایی است، در حد اکثر است. اما چون که جامعه بسیار پایین افتیده، آقای فرهاد دریا در اکثر است. اما اگر برین 40 سال او طرف 30 سال او طرف، ما بسیار هنرمندای خوب داشتیم. و آقای لشکری منظورشان نیست که در گذشته هم نداشتیم. یعنی بازم شما در اینجا گپ زدین که لشکری گپ نزده. ما را انتقاد میکنم و این باید از هنرمندای ما، از ژورنالیستای ما معذرت بخواین. این حرفایی که در مقابل اینا زدن باید حرفای خود پس بگیرن. گفتن که اکثرت گوینده هستن یا ژورنالیست هستن، اینا باید برای دکان سیمساری باز کنن، دکانداری کنن. نوی دیره میگفت ما از اینی گپره که شما میزنین که باید از هنرمندا و ژورنالیست های ما معذرت بخواه. شما در صف اکثریت قرار میگیرین، برای شما از نقطه نظر تبلیغاتی خوبه که گویا ما هم از ژورنالیست ها پشتیبانی میکنم هم از هنرمندا. اما دوست عزیزم، دمی میدیای مملکت ما اتحاد زیاد ژورنالیست هاییست که اگر از شان امتحان بگیرین املا و انشای درست ندارن، گپ زدن درست ندارن. یک آدمی که در میدیا، در تلویزیون میاد، در اونجا در جلو مردم ظاهر میشه، یک بسته مکمل از چیزا رو باید با خود داشته باشه. از ما و خودت که باید سطح از او بسیار بالا باشه. ولی متاسفانه ما یکان دفعه که سر زدیم در میدیا مملکت ما، نه ای که کلگیشان به هیچ وجه تو نیست، یک آدم های نام خدا بسیار برازنده داریم. یعنی آقای لشکری یکانه نفر نیسته، دو سه نفرم نیسته و ده ها و شاید هم صد ها نفر بسیار خوب. هم متاسفانه اگر ببینین اکتیاد زیادش در حال فرار از مملکت است، در اروپا زندگی میکن، در ترکیه، در وجه در وجه از مملکت گریختن. و البته یام یکی از دلایل او بدبختی است. یعنی بازم آقای لشکری حق داشت نظر خود بته. این حال خودت که آمدی که بیا معذرت بخوای، یعنی که تو حق نداری که صادقانه نظر خود بدی. آقای لشکری حق داره. آقای اوتک بیاین که مردم مجبور به معذرت خواهی نسازیم. البته این گپا از این دیروز پری روز نیست، از چند ماست که اما تعلقه زده میره. و ما خواستم که امروز یک تبصره کوتاه در قسمت بکنم. آقای لشکری در قسمت هنرمند ها میگه پزن، در قسمت کسای گرداننده هایی که در میدیای مملکت در تلویزیون ها هست امیگه پزدن. میدیای مملکت ما البته یک میدیای نو بود وقتی که ایجاد شد 20 سال پیش یا 15 سال پیش. بعد سال 2005 افغانستان رفتم، تلویزیون نداشت. ما امیال یک 20 سال ویدیو از کابل گرفتیم که شاید هیچ تلویزیون رو نداشته باشه، یعنی اولین ویدیو ها باشه از افغانستان. در وقت تلویزیون در افغانستان نبود. یعنی در 15 سال است اکتیاد از این گرداننده های ما از ایران آمده، اکتیاد از پاکستان آمده، اکتیاد از ترکیه آمده، از جهجه. لحجه هایشان تا حدود فرق داره، چیزایشان هنوز یک لحجه بسیار واحد در مملکت در میدیا نه در پشتو به وجود آمده نه در فارسی تا حدود خوبه، یعنی به وجود آمده. بنان ای که ما از آقای لشکری بخوایم که بیا معذرت بخوایم، بازم منطقی نیست. اینا حق دارن و یک آدم مجرب هستن، در میدیا هستن، چیزها را از نزدیک میبینن و اینا سر اخلاق سپورتی گپ زدن، سر اخلاق در میدیا، سر اخلاق هنرمند اینا. و برتان گفتن هم که میخواین که برتان تشریح کنم اینا را، در واقع مانایش است که اینا یک کتاب دارن که تا حال
نوشته نکردن. یعنی اگر تمام صفحات از زور بخوانیم احتمال دارم ما شما با آقای لشکری موافق باشیم.